درود فراوان به شما دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه عالی باشه. من آتوسا پرکاشیان هستم، استاد بزرگ شطرنج، و با یک ویدیوی جذاب دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. خب ویدیوی امروز کمی متفاوت هست به خاطر اینکه خیلی از شما دوستان از من خواسته بودین که بازی کنم به صورت آنلاین و برای شما فیلمش رو بذارم و یا اینکه پازل حل کنم و ببینیم که چجوری میتونیم ما پازل ها رو به سرعت حل کنیم. خب امروز میخوام به صورت آنلاین پازل راش حل کنم و فکر کنم خیلی از شما عزیزان باهاش آشنایی دارین. به این صورت هست که شما یا 3 دقیقه زمان دارید یا 5 دقیقه و پازل های زیادی رو در این مدت محدود حل میکنید و در آخر هم رکوردتون رو بهتون نشون میده. من رکورد 3 دقیقه‌ام همونطور که میبینید 40 تا پازل راش هست که امیدوارم امروز بتونیم با هم رکوردم رو بشکنم و امتیاز بهتری به دست بیارم. البته نه تنها زمان در حل کردن این ترکیب ها مهمه، بلکه درست حل کردن اونها هم مهم هست و اگر شما 3 پازل رو اشتباه حل کنید بازی رو میبازیم و دوباره باید از اول شروع کنید. خب بریم که با هم این پازل ها رو حل کنیم. من میخوام امروز پازل راش 3 دقیقه بازی کنم، یعنی من فقط 3 دقیقه فرصت دارم تا بتونم پازل های مختلف رو حل کنم. بریم که با هم شروع کنیم. اوکی امروز 34 تا امروز 34 تا حل کردم این دفعه و ماوس اسلیپ داشتم، یعنی موسم درست کار نکرد، ولی اشکال نداره، فان بود.
نمیدونم شما هم هیجان رو با من احساس کردید یا نه، ولی خیلی خوبه که فکر کنم خیلی جذابیت بالایی داره. خب بریم که با هم یک بار دیگه امتحان کنیم. خب بذار ببینیم این حرکت رو باید، چون من ندیدم، میخواستم این حرکت کنم ولی مگه شاده دو نداره؟ شاده دو از در سه سه، اوه شاده دو از در ای چهار دارم. اوکی اینو ندیدم. پوزیشن بعدی شده شیش، اوه به خاطر که وزیرم دل زرد بود. اوکی و آخریش اینجا باید کش میدادم، مشخص بود چون باید کش میدادم در به هشت رخ در به هشت رخ در به هشت و بعد وزیری هشت. خب امیدوارم که شما تا به اینجا لذت برده باشین. بریم که یه دفعه دیگه هم شانسمون امتحان کنیم، ببینیم میتونیم امروز رکورد بهتری بزنیم یا نه.
33 تا. خب فکر میکنم بد نبود برای امروز، به خاطر اینکه من اولین بارم بود که پازل راش رو آنلاین بازی میکردم، ولی به هر حال دوست داشتم که یه چیز جدید براتون امتحان کنم و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و استرس پازل راش رو هم با من احساس کرده باشین. لطفا نظرات خودتون رو برام بنویسید، من همشون رو میخونم و به هم بگید که آیا دوست دارید که به صورت آنلاین پازل رو حل کنم و یا اینکه شطرنج بازی کنم یا خیر. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. مثل همیشه اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و اگر کانال من رو سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب کنید و تمام نوتیفیکیشن ها رو آن کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. بدرود.